خداحافظی ناگهانی آریانا سعید از دنیای هنر موسیقی و رسانه ها خبرساز شد. چرا آریانا سعید دیگر نمیخواهد هنرش را ادامه بدهد؟ برای جزئیات بیشتر تا آخر این گزارش را دنبال کنید. خبر خداحافظی آریانا سعید در شبکات مجازی دست به دست می شود. این خبر توسط صفحه رسمی خود آریانا سعید نشر شده و خیلی از هوادارانش را ناراحت کرده است. جنجال ها از آنجا شروع می شود که فهیم فنا به خاطر دسیسه های پشت پرده برنامه ابرستاره را ترک می کند. بعد از آن فهیم فنا در یک برنامه جنجالی از تاجیکستان افشاگری های زیادی را دامن می زند. این برنامه توسط شفیع عیار طراحی شده بود و در آن برنامه آریانا سعید را عامل اصلی این دسیسه ها بیان کرده بود. داستان فهیم فنا و بانو شکیلا را هنوز همه ما به یاد داریم. حتی تعداد زیادی از هموطنان ما آریانا سعید را با شکیلا همدست می دانیسند. همدست بودن آریانا سعید با شکیلا آن وقت رنگین تر می شود که فهیم فنا از ابرستاره بیرون می رود و بانو شکیلا نیز می خواهد که این همه جنجال ها را خاتمه بدهد. وقتی فهیم فنا برنامه را ترک می کند و شکیلا نیز می خواهد که از همه موضوعات دوری کند، موج همه این داستان ها به سمت آریانا و حسیب سعید رخ می کند. فهیم فنا در برنامه‌ای که از تاجیکستان نشر شد، آریانا سعید را عامل همه جنجال‌ها و بدنامی‌ها دانست. او حتی گفته بود که آریانا سعید در پشت پرده و در جریان تمرینات به او دشنام‌های شرم‌آور گفته و خواسته که او تمرکزش را از دست بدهد تا نتواند در روی استیج درست اجرا کند. بعد از آن که جمال مبارز برنده ابرستاره می شود و خودش در آن برنامه حضور نداشت، این جنجال ها رنگ بیشتری را به خود می گیرد. در این برنامه اگر بیاد داشته باشید، آریانا سعید کوشش کرده بود که موج جنجال ها را به سمت جمال مبارز هدایت کند. حتی بانو آریانا سعید از مردم خواسته بود که در حق جمال مبارز توهین و تحقیر نکند. جالب اینجاست که کاری که خودش با همکارانش در حق فهیم فنا کرده بود، از مردم میخواهد که در حق جمال مبارز چنین کاری را نکند. این گونه جنجال ها همیشه دامنگیری بانو آریانا سعید بوده، تا جایی که ملکه دلها دیگر ابراز خستگی و ناامیدی میکند. بانو آریانا سعید همیشه کوشش میکرد که برای مردمش و هوادارانش همیشه با انرژی ظاهر شود، ولی مشکلات پیش آمده قدرت بانو را کاسته و او را مجبور کرده که تا از همه چیز خداحافظی کند. اگر از حق نگذریم، بانو آریانا سعید یک هنرمند واقعا با استعداد هست که صدایش هزاران هوادار دارد. به زندگی شخصی و شخصیت بانو آریانا سعید کاری نداریم، ولی اگر از هنرش او را قضاوت کنیم، بانو آریانا سعید در میان هنرمندان زن تک هست و تک میماند. در اخیر خیلی از هموطنان ما میگوید که امروز اول آپریل است و بانو آریانا سعید با ما یک شوخی کرده است. نظر شما در مورد خداحافظی نابهنگام بانو آریانا سعید چیست؟ آیا از نظر شما این یک شوخی بود است یا که واقعیت دارد؟ نظرتون را در کامنت همین گزارش با ما شریک سازید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.